والعصر قسم به عصر. قسم به زمان که این عصر تنها مر زمان مربوط به این زمین، به این چرخش زمین و این کره زمین نیست. نه، چرخش افلاک، چرخش کائنات، چرخش هستی عالم، چرخش کائنات، چرخش هستی عالم، چرخش ادوار، این سه تا همه بر مافوق عرشن و اون عرش هم بر مافوق و بالاتر از وجود و خلقت آدمیانن. ادوار، کائنات، چرخش زمان بر مافوق عرشن. چرا؟ چون نظم اینها، چرا؟ چون نظم اینها، سیطره اینها، احاطه اینها، حرکت اینها در عالم عرش تنظیم شده، در عالم عرش برنامه ریزی شده و بعد اینها به حرکت خودش ادامه میدهد. چرا؟ چون عالم عرش عالمی است که تمام اعمال ما در اون عالم منعکسند، یعنی مافوق اینها اند. هر حرکت ما، هر عمل ما، هر فعل ما، هر اراده ما، هر نیات ما به عالم عرش برمیگردند. گفتیم کائنات، چرخش ادوار. اینجا چرخش ادوار به تعبیر سلمان فارسی خیلی بحث ها و تحلیل های دارد، نکته های دارد که زمان میخواهد و خلقت آدمی زاد در این چرخش خودش مافوق آدم عالم عرش تجلی دارد که همه برنامه ها و همه سنجش ها و همه دستور ها از عالم عرش به اطراف خودش متشعشعن، به اطراف خودش میرسن. چرا؟ چون عالم عرش عالم است که همه چیز را در اون منعکسن، مانند آینه. به زبان ساده و خیلی ساده، ما اینجا نشستیم، الان عکس ما، تصویر ما، حرکت ما همه در عالم عرش منعکسن. پیش ملائکت الله، ملائکت الله میبینه که تو چیکار میکنی ای آدمی زاد، و تو هرگز فراری نیست از پیش ما، از فکر تو، از قلب تو، از عقل تو، از اراده تو همه باخبرن. پس به هوش باش، خیال نکن زندگی همینطوری میگذرد و من سرم پایین گذاشتم و غذایم را میخورم. نه، اینطوری نیست. شمس و کوه و فلک و ماه همه در گردش، تا تنانی به کفاری و به غفلت نخوری. والعصر ان الانسان لفی خسر، که این آیه گفتم دالی بر ظهور و آمدنی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دارن. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. الا الذين آمدوا، اون چهار گزینه بعدی، و عمل الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. بحث های مفصل، کتاب های مفصل داره که در رابطه بحث شد. من همینجا سخنانم را به طور فشرده و بعد یک مختصر روزه و عرض توسل به فاطمه زهرا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا فاطمة قدر منزلت نزد بابا داشته، تو چه قدر احترام نزد پدر داشته که بنابرون آیه که نازل شد تو فرمودی به بابا، بابا من تو را از این به بعد رسول الله خطاب کنم، اسم تو را نبرم بابا نگم. پیغمبر فرمود عزیز دلم تو جگر گوشه و دختر منی، تو دختر منی، مرا بر اسم و لقبی که میتوانی صدا بزنی صدا بزن. فاطمه جان، فاطمه جان، تو اون دخت گرامی هستی، تو اون شخصی هستی که بابا در موقع دلش به تنگ می اومد امه اقدهاش با تو در میان می گذاشت، با تو می گفت ای فاطمه تو آن کسی هستی، تو آن بزرگ خاندان اهل بیت هستی که یک روز بابات پیغمبر اسلام بر خدیجه وارد شد، دید خدیجه در یک گوشه خانه نشستن با یک کس حرف میزنن. پیغمبر اسلام تعجب کرد، دهن شما مان، در این خانه هیچ کسی نیست، هیچ کسی به هیچ کس، خدیجه با چه کسی حرف میزند؟ راز رو از خدیجه سوال کرد، فرمود خدیجه تو با چه کسی حرف میزنی؟ هیچ کسی در این خانه نیست، بگو بدانم. استراب و تشعشع قلبیم بیشتر شد. خدیجه فرمود در شکم من اینجا یک کسی هست که من تمام درد دلم را با او میگویم و او مرا دلداری میدهد. چرا؟ چون فاطمه زهرا فلسفش این است که از بهشت، از غذای بهشت فاطمه زهرا درود شد. میدانید نطفه فاطمه زهرا از کجا درود شد؟ اون قضیه هایی دارد که جبرئیل به پیغمبر گفت 40 شبانه روز از خدیجه فاصله بگیر و سیب از بهشت گفت غذای تو فقط علی بیارد، بعد از اون شب آخر سیب را از بهشت آورد و پیغمبر اسلام نصف سیب را خورد و نصف سیب دیگر را به خدیجه داد. در همون شب نطفه فاطمه زهرا منعقد شدند. ای فاطمه جان، ای فاطمه جان، تو چقدر مظلوم بودی، چقدر غریب بودی، چقدر غریب بودی. الان ممکنه بعضی ها سوال کنن که وقتی اون منافقین پشت در اومدن فرمود علی بیا با ما بیعت کن. چرا مگه علی؟ چرا علی زنشو فرستاد؟ مگه در این خانه میشه یک مرد زنشو بفرستد بره دراز کنه؟ نه، غیرت علی را قبول نمی کند. چون خود فاطمه زهرا گفت او در زمان مهریه فرمود علی جان من سپر تو میشوم. پیغمبر اسلام فرمود علی جان تو چه داری برای مهریه فاطمه زهرا؟ گفت من یک ذره دارم.
فرمود الان سپری تو علی جان منم، من میرم به این مردم میگم، این مردم بی حیا میگم، به این مردم بی خرد میگم، به این مردم نادان میگم که این مردم چشم و گوش ظاهری دارد، عقل را درک نمی کند، حقیقت را درک نمی کند، مردم است که حقیقت را نمی بیند. من به این مردم میگم غافل از آن که من دختر پیغمبرم، غافل از آن که من زن علیم، فقط پشت در مرم به این مردم میگم که نه، من دختر پیغمبر نیستم، من زن علی نیستم، فقط به خاطر این که من زنم، به خاطر من برید ای بی نامردا، ای بی افتا، به خاطر من که من یک زنم برید از پشت در. اما فاطمه زهرا خون بدانید که عشق بر فاطمه زهرا کیمیاد، من کاری ندارم که عشق میریزه که نریزه، به خدا هر کی هر چی کنی تو به خود کنی، همه عمل تو همه فکر تو به خودت برمیگرده، همه فکر به خودت برمیگرده. فاطمه جان نمیدونم با چه زبان لالی گویم، با چه زبانی گویم که آن نامرده ها پشت در اومده، یک مرتبه صدا زدی فزه مرا دریاب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. صلوات الله محمد.